سرخط خبرها. بازجویی از 9 نفر در پرونده قتل یک معلم تاریخ در حومه پاریس. رئیس جمهوری فرانسه میگوید این حمله تروریستی و کار یک افرادگرای اسلامی بوده. ادامه عملیات نظامی دولت افغانستان علیه طالبان در هلمند. بیش از 10,000 خانواده آواره شدند. برگزاری مراسم مذهبی در تهران و مشهد با وجود بحران شیوع کرونا. دولت میگوید در فضای باز مجاز است. و 13 کشته در حمله موشکی به شهر گنجه در جمهوری آذربایجان. ارمنستان میگوید کار ما نبوده. علیف گفته انتقام میگیرد. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. رئیس جمهوری فرانسه میگوید مردی که دیروز در نزدیکی پاریس یک معلم مدرسه را به طرز فجیعی کشت میخواست از آزاداندیشی کودکان جلوگیری کند. در این حمله مرد مهاجم سر معلم را با چاقو برید چون او در کلاس درسی درباره آزادی بیان کاریکاتورهای جنجالی مجله شارل هبدو درباره پیامبر اسلام را به شاگردان نشان داده بود. کسرا ناجی در گزارشش میگوید این حمله که مانوئل مکرون آن را تروریسم اسلامی توصیف کرده فرانسه را تکان داده است. در مقابل مدرسه‌ای که امروز کانون توجه در فرانسه است، شاگردان این دبیرستان در شوک قتل فجیع معلمشان دیشب، قتلی که دوباره کابوس ترور را به کشور برگردانده است. این بار ترور در یک مدرسه، جایی که نظام آموزشی سکولار فرانسه به شاگردان درس آزادی، برابری و برادری میداد، اصول فلسفه اعتقادی فرانسوی ها. این پدر و مادر یکی از شاگردها که معلمش را از دست داده. این مادر میگوید اولویت برای ما حالا این است که از بچه‌هایمان حفاظت کنیم. و پدر میگوید پسرش حالا هیچ وقت این تجربه تلخ را فراموش نخواهد کرد. حمله دیروز غروب اینجا صورت گرفت، وقتی که یک جوان 18 ساله که اصلا اهل چچن بود، معلم تاریخ و علوم اجتماعی مدرسه را در کنار مدرسه گردن زد. گزارش شده است که بعد هم که پلیس به محل رسید، او الله اکبر گویان به آنها حمله کرد و به ضرب گلوله پلیس کشته شد. پدر مادرها میگویند چند وقت پیش این معلم در کلاس درسی درباره مبانی آزادی کاریکاتورهای مجله فکاهی شارلی ابدو را نشان داده بود. کاریکاتورهای این مجله از پیامبر اسلام. اما آنها میگویند همانجا هم قبل از نشان دادن کاریکاتورها، معلم به احترام شاگردان مسلمان گفته بود که آن شاگردانی که نمیخواهند کاریکاتورها را ببینند میتوانند چند دقیقه کلاس را ترک کنند. رئیس جمهوری فرانسه که بلافاصله از محل دیدن کرد، این حمله را یک حمله تروریستی اسلامی توصیف کرد. او گفت مهاجم میخواست از آزاد اندیشی در مدرسه جلوگیری کند. او گفت این معلم به قتل رسید چون میخواست به شاگردانش درس آزادی بدهد. آزادی در اعتقاد به مذهب یا عدم اعتقاد به مذهب. او گفت نمیگذاریم این تلاش ها برای خاموش کردن روشنگری به نتیجه برسد. تقریبا 5 سال پیش بود که در پی انتشار چند کاریکاتور از پیامبر اسلام در مجله شارلی ابدو، دو مرد مسلح به دفتر این مجله حمله کردند و هیئت تحریریه آن را به قتل رساندند. قتلی که متهمان آن در هفته‌های اخیر در پاریس تحت محاکمه هستند. فرانسه در سال‌های اخیر بارها هدف حملات افراد داعش و تندروهای اسلامی بوده که نزدیک به 250 نفر کشته به جا گذاشته است. در پی این حمله خیابان‌های پاریس امروز یک بار دیگر در آماده باش پلیس. کسرا نجی، بی بی سی. ساعتی پیش از ایرج ادیب‌زاده روزنامه‌نگار در پاریس درباره هویت 9 نفری پرسیدم که در این ارتباط بازداشت شدند. دو نفرشون در واقع یک خانم و آقای زوجی هستند که در همون مدرسه بودن، احتمالاً فرزندانشون در همون کلاس بودن و اینطور که گفته شده از مسلمانان رادیکال بودن و به هر حال
الان پرسش هایی است که چه کسانی دیگری به این روس چچن 18 ساله یاری داده، برای اینکه چون او رو در کنار مدرسه چندین روز دیدن که در حال رفت آمده و بعد در واقع پلیس هم توجهش به این آدم جلب شده بود. الان همونطور که خدمتتون گفتم والدین شاگردان واقعا شوکه شدن، چون ایولین یک شهر کوچکی است در 40 کیلومتری پاریس و بعدم ملیت روس این آقایی که به هر حال این کار رو کرده کاملا روشنه. او الله اکبر میگفته و به هر حال معلم هم که معلم تاریخ، جغرافیا و آزادی بیان یعنی علوم مدنی هست، او در کلاسش دو تا کاریکاتور پیامبر محمد رو نشون داده و همونطور که قبلا هم گفته شد از شاگردان مسلمان خواسته که اگر کسانی نمیتونن این مسائل رو ببینن از کلاس بیرون برن. افکار عمومی فرانسه تقریبا میشه گفت که شوکست، چون فقط این جنایت نیست. همین چند وقت پیش دو تا جوان رفتن به یک کلیسایی در یک شهرستان دور افتاده، یک کشیش 80 ساله رو سر بریدن و الان هم که این دادگاه متهمان حمله به مجله طنز برال ابدو پاریس ادامه داره و به هر حال اون مسائل تروریستی در نیس همچنان یادشونه و در واقع هنوز این جنایت ها از اذهان فرانسوی ها پاک نشده. این جنایت دیگه اتفاق افتاد، مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی اشاره کرده به وجود یک وحشیگری غیر قابل تحمل در فرانسه و تاکید کرده که اسلامگرایی به جنگ علیه ما برخواسته، باید با بکار گرفتن قدرت اونها رو از کشور خودمون برانیم. بوریس ویلو نماینده سوسیالیست مجلس ملی فرانسه هم گفته مدرسه، آموزگاران، آزادی، آموزش، آزادی مبانی آزادی بیان در قلب جمهوری ما جا داره و البته لایسیته و ما در حالی است که این مسئله که شما اشاره میکنید، خود آقای مکرون هم چند روز پیش در مورد اهمیت سکولاریسم در مورد به عنوان شالوده و عامل اتحاد فرانسه یاد کرده، ولی آیا واقعا این عمل میکنه و این در این جامعه ای که این اتفاقات داره درش تکرار میشه میتونه کمک بکنه از جلوگیری وقوع چنین اتفاقاتی؟ به هر حال آقای مکرون جزء کسانی است که به هر حال بارها و بارها حمله کرده به تروریسم اسلامی و گفته جایی در جامعه ما نداره. اما فرانسه مشکلی که داره اینه که یک عده از کسانی که به هر حال در حومه های شهرها زندگی میکنن جزء نسل های دوم و سوم مهاجران هستن، مهاجران اسلامی، و خیلی هم در این چند سال اخیر از جمله همین کسی که این جنایت رو انجام داده در همین چند سال اخیر اومده در اینجا پناهنده سیاسی شده. از سال 2020 تا سال 2030 در واقع کارت اقامت در اینجا داره، البته پلیس قبلا او رو شناسایی کرده بوده. الان مشکل فرانسوی ها با کسانی است که میان به این سرزمین و به جایی که به هر حال خودشون رو تطبیق بدن با مسائل این سرزمین فرانسه، مثل آزادی بیان، مثل لایسیته و اینا، خیلی هاشون به همون روش های خودشون ادامه میدن و مشکلاتی میآفرینن. به نظر من الان همینطور که تک تک این سیاستمدارا گفتن، همچنین مجلس ملی فرانسه و مجلس سنا امروز بعد از ظهر باز ادای احترام کرد و در هفته آینده قرار است که ادای احترام ملی برای این معلم 47 ساله برگزار بشه و من فکر میکنم که یه مقدار نمیشه واقعا ریشه این چیزها رو کند از این جامعه، ولی میشه یه مقداری از نظر همونطور که دادستان پاریس همین چند لحظه پیش اومد در کنفرانس مطبوعاتیش گفت، به هر حال میشه یه مقدار از آدم هایی که به هر حال دنبال مسائل تروریستی هستن یا به هر حال افراد خطرناک شناخته میشن اونها رو یا بازداشت کرد یا اینکه به هر حال براشون یه فکری کرد. من فکر میکنم که این حادثه تمام فرانسه رو تکون داده و به ویژه اون والدین
اون دانش آموزانی که در اون شهر ایولین هستن، اونها پدر یکی از اونها میگفت که من نمیدونم، بله میگفت معلم رو وقتی میکشم من نمیدونم چجوری به فرزندم من توضیح بدم. گفتگوی بود با ایرج ادیب‌زاده، روزنامه‌نگار در پاریس. برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. رئیس کمیسیون امنیت مجلس ملی مجلس ایران گفته طرح استیضاح حسن روحانی به قوت خود باقی است و از نمایندگان خواستان را امضا کنند. مشتبه زنوری دیروز هم در توییتر نوشته بود اکثریت قاطع مردم ایران خواهان عزل و مجازات رئیس جمهوری اند. سخنان آقای زنوری در واکنش به گفته‌های اخیر آقای روحانی درباره اینکه امام دوم شیعیان به خواست اکثریت مردم با معاویه صلح کرد. گزارش شده یک ناوشکن آمریکایی در دریای عرب در شمال اقیانوس هند به کمک یک شناور ایرانی رفته. حساب رسمی یک ائتلاف دریایی که در بحرین مستقر است با انتشار این خبر نوشته یک موتور شناور ایرانی دچار مشکل شده و به همین خاطر از ناوشکن چرچیل آمریکا درخواست کمک کرده بود. به گفته این منبع، ناوشکن آمریکایی پس از رساندن آب و غذا به ملوانان برای راه اندازی شناور از گارد ساحلی عمان درخواست کمک کرد. سازمان غذا و داروی ایران در واکنش به کشف محموله قاچاق دارو در عراق گفته داروهای کشف شده ایرانی نیستند و صرفاً از ایران به عراق ترانزیت شدند. یک مقام ارشد وزارت بهداشت ایران اما خواهان دریافت نمونه داروها برای تحقیق درباره منشأ آنها شده. پیشتر یکی از مشاوران وزیر بهداشت ایران هم گفته بود با افت ارزش ریال قاچاق دارو به کشورهای همسایه بیشتر شده. ریاست مهاجرین ولایت هلمند در جنوب افغانستان گفته 10,000 خانواده به دلیل جنگ در این ولایت آواره شدند. این اداره همچنین گفته بیش از 5,500 خانواده از آوارگان این جنگ به شهر لشکرگاه مرکز ولایت نقل مکان کردند. این در حالی است که درگیری نیروهای دولت افغانستان و طالبان در ولایت هلمند امروز وارد هفتمین روز خود شده. روین رهنوش خبرنگار ما در کابل درباره تازه‌ترین جزئیات درگیری‌ها و آوارگان جنگ در این منطقه گفت. امروز هم جنگ در ولسوالی‌های ناوه و نادلی و همینطور بخش‌های از شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جریان داشت و به نظر می‌رسد با گذشت هر روز ابعاد این جنگ گسترده‌تر می‌شود و آمار بیجا شده‌ها و همینطور آسیب‌های وارده بر غیر نظامیان هم در حال افزایش هست. قبلا گفته شد که 5,100 نفر خانواده بیجا شده، اما حالا ریاست امور مهاجرین میگه از این 10,000 خانواده یکی بیجا شده، 5,000ش در شهر لشکرگاه جابجا شده و 3,000 خانواده در بخش‌های زیر اداره گروه طالبان هستند که همین موضوع هم کمک رسانی به اون بیجا شده ها را به مشکل مواجه کرده. و البته امروز دولت گفت که 20 میلیون افغانی را فرستاده به ولایت هلمند به خاطر کمک به این بیجا شده ها. امروز قول اردو یا سپاه شاهین در جنوب افغانستان گفت که 215 نفر از جنگجویان گروه طالبان در این درگیری ها کشته شدند، اما قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان این موضوع را رد میکنه. امروز صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری هم یک بار دیگر حملات گروه طالبان را محکوم کرد و خواهان توقف فوری این حملات شد. از طرف ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفت که هنوز ساحاتی که این گروه در ولایت هلمند در حملات اخیرشان تصرف کرده بودند به دست طالبان هست و نیروهای امنیتی هیچ پیشرفتی نداشتند. از طرف همونطور که میدانیم همزمان با شدت این درگیری ها در جنوب افغانستان در دوحه قطر هم تلاش های نمایندگان دولت و طالبان برای حل اختلافاتشان هیچ نتیجه به دنبال نداشته که بعد به طرف مذاکرات اصلی که پایان این جنگ هم یکی از موضوعاتش هست برن. امروز صدیق صدیقی هم گفت که این حملات روند صلح را آسیب زده و به چالش مواجه کرده. زلمه خلیزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هم پیش از این در رشته توییت های گفت که این جنگ روند صلح را به خطر مواجه کرده. او در یک صحبت جداگانه گفت که جنگ افغانستان ابعاد منطقه‌ای و بین المللی داره. و رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان هم در گفتگو با یک رسانه بین المللی ادعا کرد که این جنگ از طرف اون افراد طالبان راه اندازی شده که حمایت ایران را با خودش دارن، اما ایران این موضوع را رد میکنه. روین رهنوش بود در کابل. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه.
در پی قتل یک معلم تاریخ در حومه پاریس 9 نفر دستگیر شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه این حمله را تروریسم اسلامی خوانده. مقام‌های محلی در افغانستان می‌گویند بیش از 10,000 خانواده در نتیجه درگیری‌ها با طالبان در ولایت هلمند آواره شدند. در ادامه برنامه، تشدید درگیری‌های قره‌باغ در پی حمله موشکی مرگبار به شهر گنجه در جمهوری آذربایجان. با وجود وضعیت بحرانی کرونا در ایران، مراسم مذهبی در حال برگزاری است. ویدیوهایی به دست بی بی سی فارسی رسیده که نشان می‌دهند بعضی مراسم عزاداری بدون رعایت توصیه‌های بهداشتی برگزار شدند. این در حالی است که بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها در بعضی شهرهای بزرگ ایران تخت خالی ندارند و خیلی از بیمارستان‌ها هم بیماران مبتلا به کرونا را نمی‌پذیرند. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. برگزاری مراسم مذهبی با وجود وضعیت بحرانی کرونا. اینجا مشهد است و نشانی از فاصله گذاری اجتماعی دیده نمی شود. هرچند رسانه های ایران می گویند که اصول بهداشتی رعایت شده. عزاداران از صبح امروز با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی خودشونو به این مکان مقدس رسوندن. تشویق به شرکت در تجمع ها در شرایطی که رهبر ایران مراسم عزاداری را خصوصی برگزار کرد. از آغاز همه گیری آیت الله علی خامنه ای ماه هاست که حضوری در مراسم عمومی نداشته. 26/7/92 بعدا میگن کرونا چرا انقدر زیاد. ویدیوی دیگری که به دست ما رسیده برگزاری دسته های عزاداری در تهران را نشان می دهد. تراکم جمعیت بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی در شهری که بحرانی ترین وضعیت را در ایران دارد و در حالی که محدودیت ها و تعطیلی ها یک هفته دیگر در پایتخت ایران تمدید شد. مراسم درگذشت امام هشتم شیعیان تنها مراسم این روزها نیست. این هم قزوین، مراسم تشییع یکی از نیروهای ایرانی در سوریه، نیروهایی که حکومت ایران به آنها مدافعان حرم میگوید. این مراسم در شرایطی برگزار میشود که در یک هفته گذشته تلفات روزانه ناشی از کرونا در ایران به بیشترین حد خود در ماه‌های اخیر رسیده بنابر آمار وزارت بهداشت ایران. همچنین در شرایطی که تخت خالی در بیمارستان‌ها نیست، اصلا تخت وجود نداره، همین الان اورژانس اصلا جا نداره. بخش مراقبت‌های ویژه جا ندارند و بسیاری از بیمارستان‌ها بیمار جدید پذیرش نمی‌کنند. شما پذیرش بیمار کرونایی دارید؟ وزارت بهداشت ایران اعلام کرده 27 استان از 31 استان ایران در وضعیت قرمز هستند. 3 استان هرمزگان، فارس و گلستان هم در وضعیت هشدار دارند. دولت پیشتر برای مقابله با این وضعیت ورود و خروج به 5 شهر را ممنوع کرده. تهران، کرج، اصفهان، ارومیه و مشهد. شهر کرج. اما بسیاری تعطیلات را فرصتی برای سفر می دانند. برخلاف توصیه های بهداشتی و بدون اعتنا به بحران موجود. جا ساحل در جای نکاست، ملت اومدن بدون رعایت مسائل کرونا. پرهام قبادی، بی بی سی. معرفی رحمت الله اندر به عنوان سخنگوی جدید شورای امنیت ملی افغانستان واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. گفته شد آقای اندر قبلا عضو گروه طالبان بوده و مدتی را هم در زندان دولت افغانستان گذرانده. همکارم سحر رحیمی در کابل با او مصاحبه کرده و از او پرسیده آیا در گذشته از فرماندهان طالبان بوده؟ بله، در ابتدا عضویت گروه طالبان را داشتم. اینکه چرا داستان طولانی دارد. اما اگر خلاصه بگویم، معمولا در کشورهای جهان سوم مثل افغانستان حوزا و شرایط مسیر شما را تعیین می کند. در کنار آن، وقت حکومت طالبان سقوط کرد و دولت آقای کرزی روی کار آمد، در این میان یک خلا وجود داشت. نظام کامل نبود که آدم می توانست روی آن اعتماد کند. یک فاصله وجود داشت. این فاصله بسیاری از مردم را از حکومت ناراضی ساخت و باعث شد شماره از مردم مسیرشان را از دولت جدا بسازند. برای من هم همین گونه بود. در کنار این موضوع گفته میشه که شما مدتی را هم در زندان بگرام سپری کردین. چرا و چه مدت؟ تنها در بگرام نه. من مدت زندانی دولت هم بودم. زمانی که اسدالله خالد ولی غزنی بود.
تقریبا 2.5 سال در بگرام زندانی بودم و در سال 2004 هم برای 2 ماه زندانی دولت بودم. اینکه چرا زندانی بودم هیچ سند و مدرک وجود نداشت. من یک دانشجوی عادی بودم. آن زمان حکومت طالبان هم سقوط کرده بود و من با طالبان نبودم. اول هم گفتم یک فاصله وجود داشت. دولت هنوز به حالت ثبات نرسیده بود. هر کس عقده داشت و من هم بر همین اساس بازداشت شده بودم. شما به نظر میرسه که اولین مولوی هستین که به عنوان سخنگوی شورای امنیت ملی تعیین شدین. چی فکر میکنین دولت با تعیین شما در این سمت تلاش داره تا از نگاه فقهی و استدلالی هم وارد میدان شوه با طالبان؟ شاید ده هم ویخ ولی مو یواز علما شاید این هم باشد، اما به جز من علمای زیاد در نظام فعلی کار میکنند. فقط با موجودیت من استدلال دینی دولت در مقابل طالبان قوی یا ضعیف نمیشود. برای استدلال دینی علمای زیاد در تیم مذاکره کننده دولت هم حضور دارند. در اصل جمهوریت چتر وسیعی دارد و برای همه اقشار جامعه در آن جا وجود دارد. شما چه فکر میکنید چقدر برای تامین یک صلح واقعی در افغانستان حفظ دستاوردهای زنان یک الزام است، یک مسئله ضروری است؟ فقط در روند صلح نه، بلکه در همه بخش‌های زندگی باید حقوق زنان حفظ شود. من فکر می کنم اگر در جامعه سنتی ما زنان حقوقشان را بدانند و این حق برایشان داده شود، بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد. دلیل اختلافتان با گروه طالبان چی بود؟ سال 1391 بود که با گروه طالبان مخالفت پیدا کردم و نیروی خیزش مردمی برخلاف این گروه را راه اندازی کردم. اینکه چرا با طالبان جنگیدم داستان بلند دارد. من در واقع نه با دولت هستم نه با طالبان. من با مردم خود هستم و هر کسی که باعث ایجاد مشکل به ملت من شود، هر کسی هم که باشد، من برخلافش ایستاد می شوم. من تنها بازمانده آن جنگ هستم. پدرم، برادرم، کاکایم و پسران کاکایم شهید شدند و یگانه سرپرست خانواده هایشان من بودم و به همین خاطر جنگ را ادامه ندادم. برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. هزاران نفر در بیروت پایتخت لبنان در سالگرد اعتراض‌های گسترده به بحران اقتصادی این کشور به خیابان‌ها آمدند. تجمع معترضان از مرکز بیروت شروع شد و به بندری که 2 ماه پیش محل یک انفجار عظیم بود رسید. در یک سال گذشته 3 نخست وزیر در لبنان روی کار آمدند، ولی هیچ کدام نتوانستند اصلاحات سیاسی و اقتصادی جدی در این کشور اجرا کنند. با افزایش شدید جرم و جنایت در کابل، رئیس جمهوری افغانستان امرالله صالح معاون اول خود را مأمور رسیدگی به مسائل امنیتی کابل کرد. آقای صالح دیروز در حساب فیسبوک خود نوشت فهرست بلندی از مجرمین در کابل از قبل تهیه شده و از مردم خواست با نیروهای امنیتی در این زمینه همکاری کنند. آقای صالح در گذشته حدود 6 سال رئیس اداره امنیت ملی افغانستان بود. جاسیندا آردن نخست وزیر نیوزیلند از حزب کارگر در انتخابات سراسری این کشور پیروزی چشمگیری به دست آورده. موفقیت خانم آردن در کنترل همه‌گیری کرونا از دلایل موفقیت او شمرده شده. در حال حاضر در هیچ ناحیه‌ای از نیوزیلند شیوع کرونا گزارش نشده. مردم نیوزیلند همزمان در 2 همه‌پرسی هم شرکت کردند، یکی در مورد قانونی کردن مصرف ماریجوانا و دیگری در مورد قانونی شدن یوتانازی. شهر گنجه در جمهوری آذربایجان دیشب بار دیگر هدف موشک قرار گرفت و دست کم 13 غیر نظامی جان باختند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان میگوید انتقام این حمله را خواهد گرفت. درگیری نظامی بین جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ 3 هفته ادامه داشته و آتش‌بسی که روسیه هفته پیش میان 2 کشور برقرار کرد از همان آغاز شکسته شد. مرداد فرهمند گزارش می‌دهد. ارمنی ها برای 2 بار در 1 هفته گنجه را با موشک زدند. هر 2 بار قربانیان مردم غیر نظامی خفته در دل نیمه شب بودند. ارتش جمهوری آذربایجان این نماها را به عنوان بقایای موشکی منتشر کرده که به گنجه خورده. بقایای موشکی که میگویند از نوع البرز یا البروس است، یعنی اینها گونه‌ای پیشرفته تر از همان موشک های اسکاد روسی که در زمان جنگ ایران و عراق به دزفول می زدند. دستیار رئیس جمهوری آذربایجان
همین اشاره را به حملات موشکی عراقی‌ها علیه ایران کرده. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان را همسان صدام حسین دانسته. آذری ها میگویند موشک البرز از داخل خاک ارمنستان شلیک شده، نه از قره‌باغ. ارمنی ها تکذیب میکنند، اما موشک های البرز که توان حمله کلاهک هسته‌ای و شیمیایی هم دارند، راه بردی تر از آنند که به دست شبه نظامیان ارمنی قره‌باغ داده شوند. پرسش اینجاست که چرا ارمنی ها مردم غیر نظامی گنجه را آماج موشک کردند؟ آن هم دو بار، هر دو بار به یک شیوه. اگر قرار بوده به هدفی نظامی مثلا فرودگاه گنجه بخورد، که هر دو بار فاصله اهداف نظامی از محل برخورد موشک آنقدر دور بوده که احتمال خطا آن هم دو بار را ضعیف کند. آیا انگیزه موشک زدن به غیر نظامیان هراس آفرینی است؟ آذری‌ها در حال پیشرفتند. حمله به غیر نظامیان بعید است در چنین فضایی به انگیزه آنان برای ادامه جنگ آسیبی بزند. برعکس، کینه را عمیق‌تر، انگیزه را قوی‌تر می‌کند. اما غیر نظامیان ارمنی هم قربانی شده اند. خانکندی یا استپاناکرت، مرکز قره‌باغ، پیوسته زیر بمباران و راکتباران آذری‌ها بوده. حتی بمب خوشه‌ای بر سرش ریخته اند. طبیعی است اگر مقابله به مثلی در کار باشد، ارمنی ها بیش از آن که همچون اینجا روستانشینان نزدیک جبهه را هدف بگیرند، به فکر ضربه به شهری مهم چون گنجه باشند که دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان است. انگیزه دیگر از موشک زدن به گنجه می تواند کشاندن پای طرف های سالس به جنگ باشد، لبریز کردن کاسه ی صبر آذری ها تا خاک ارمنستان را هدف بگیرند و روسیه در چارچوب پیمان دفاعیش با ارمنستان بهانه برای مداخله مستقیم بیابد. بالا رفتن آمار قربانیان غیر نظامی در هر دو طرف، غرب را هم میتواند درگیر کند و به ویژه دستاویزی برای دولت‌های همدل و ارمنی‌ها همچون فرانسه شود که آذری‌ها را برای پذیرش آتش‌بس زیر فشار ببرند. مرتضی فرهمند، بی بی سی. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.